30 سپتامبر 1939، ما به زندان‌های قطاری در نزدیکی گرادنو فرستاده شدیم. وضع خیلی وخیم بود. به سختی میشد خوابید. نمیدونم بقیه مردایی که صدمه دیدن تا چند تونستن دووم بیارن. قطرات آبی که روی پنجره‌ها یخ بسته بودن تنها منبع نوشیدن آبم بود. نهم اکتبر 1939، بالاخره از زندان آزاد شدیم. ظاهراً دیگه زندانی نبودیم، اما به جاش ما پیشخدمت‌های اداره پلیس مخفی شوروی بودیم. حتی بعضی از ما رو برای بازجویی شبانه فرا می‌خوندن. هم احمقانه بود هم یکم عجیب بود. اینکه ما تو چیزی که باید به اتمام می‌رسید نابود می‌شدیم. 20 مارس 1940، به نظر می‌رسه که شورای محاکمه بالاخره داشت باهاشون کنار می‌اومد. شایعه‌هایی توسط یه مرد پخش شده بود که ما به زودی آزاد میشیم. 15 آپریل 1940، بالاخره دعاهای من داشت مستجاب میشد. اسم من امروز صبح خط خورد. هوا کاملا بهاریه و ماها بود که این شکلی احساس سرزندگی نمی کردم. خوشبختانه این آخرین باری بود که مجبور بودم این شکلی سفر کنم. وبسایت فیلم تو مووی تقدیم می کند. بر اساس رویدادهای واقعی. لازم نیست اونقدر حساس باشی پسر. بیشتر شبیه خودکشی بوده. قربان، علیه، خوشبختانه این یادداشت خودکشیش بوده. چه غم انگیز. خب بلندش کنید، مراقب باشید. تصرف عراق توسط ارتش بریتانیا، زود باشید. نشریه غرب، تصرف عراق توسط ارتش بریتانیا به پایان رسید. خب سندی میتونه اخبار اسکیلر رو پوشش بده. مکل آدم برد کلیف برسه و جانم واسه این که خدا ببخشدش کل مقاله اتحادیه ها رو میگیره. هیچ خبر جنجالی هم وجود نداره. آندروودم بره جشنواره آبسی. اینم از این، میتونید برید. ببین، قبلنم گفتم نه، هیچ کس نمیخواد راجع به خودکشی بشنوه استیون. الان نه، واسه روزنامه بده. اگه خودکشی نباشه چی؟ من با اردوگاه در ارتباطم. استیون عزیزم، آیا پلیس در مورد این که ممکنه اون اتفاق غیر از خودکشی بوده اشاره‌ای کرده؟ نه. دقیقاً. پس خواهشان منتظر من نمون که کاری کنم. جنگ فاجعه باره و خیلی ها تو اون دووم نمیارن و الانم آخر خطه. هیچ داستانی وجود نداره. حرفمو واضح گفتم؟ بله. خب ممنون، میتونی بریم. میتونی این پرونده ها رو برام نگه داری؟ روز. بله آقای آندروود. تا حالا جشنواره آب سیب رفتی؟ شب بخیر آقای آندروود، دوباره دیر اومدین. کار داشتم. میبینم.
شب خوش. شب بخیر. با وجود اینکه امسال انتقال محل اسکان لهستانیا داشت زودتر انجام میشد، کشورهای غربی هنوز شاهد رشد خودکشی‌های مرموزتری بودند و تمام اونها سربازان جوخه دوم لهستان بودند. آیا این تصادفی بوده یا واقعا چیز مرموزتری پشت این قضیه است؟ میتونم کمکتون کنم؟ اومدم فرمانده. صبح بخیر قربان. صبح بخیر. یه لحظه اجازه بدین. فرمانده، کلونل پتروفسکی همراه دو نفر از خبرنگاری سول پارک اینجا هستند. وقتی کارمون اینجا تمام شد، به رئیس بگو یه فهرست از هر چیزی که خلاصه کردیم، دو تا ازش روی تخته بذاریم. چشم فرمانده. صبح بخیر. صبح بخیر. Diyeceğim daha merak ettim. به نظر میاد کاملا به ترتیب باشه. اگر میخواییم بیارینشون فقط یه چند تا امضا لازمه. البته. کلونل، شاید تو و رفیقت قبل از اینکه برید خونه بخواید یکم صابونه بخورید. چیز زیادی نداریم، اما هر روز گرمن. ممنونم، لطفتو میرسونه. جنت، وقتی کار تموم شد تهمونده غذای همکار کلونل رو بریز تو آشغال. چشم قربان. جان، بعدن باهات حرف میزنم. از این طرف کلونل. کلونل، من استیون آندروود، فرمانده برادر منه، روزنامه نگار نشریه غربم. سرهنگ جینوس پتروفسکی، سرهنگ سابق جوخه دوم لهستان، دوباره در حال همکاری با جوخه ها هستم. از دیدنت خوشحال شدم کلونل. منم همینطور آقای آندروود. اجازه است؟ کلونل. گفتم نه استیون. فرمانده، خواهش میکنم بذارید برادرتون به همون ملحق بشه. دوست داشتم اگه حرفی در مورد خودکشی روز قبل یه لهستانی دارید بهم بگید. ببینم تو کدوم شهر بود؟ توی شهر ساسنوویچ. به نظر زیاد شوکه نشدید کلونل؟ خب جناب آندروود، این همیشه ناراحت کننده است که یک مرد بزرگ امیداشو از دست بده. و چرا باید اینطور بشه؟ مردایی مثل ساسنوویچ تمام عمرشون رو تو جنگ برای وطنشون میجنگن که الان بخشی از اتحاد شوروی شده که اونا رو مثل دشمنان دولت میبینه. اون تازه فهمیده بود که کل خانواده‌اش کشته شده بودن. بس کنید کلونه، ما هیچ مدرکی از این نداریم. براش اونقدر این مسئله واضح بوده که خودشو به خاطرش کشته. و چرا شما اینو باور دارید؟ چون به نظر میاد هممون فراموش کردیم که در سال 39 اتحاد شوروی به لهستان حمله کرد که همدستاشون هم نازی‌ها بودن و یک هدف مشترک داشتن جناب آندروود، تا لهستانو از روی نقشه محو کنن و تمدن و همینطور مردمشو از بین ببرن. وقتی شوروی سال 1944 لهستان رو دوباره اشغال کرد، اونا به نازی ها اجازه دادن که قیام مردم رو تو ورشو سرکوب کنن و همه تهدیدا رو بر علیهشون از بین ببرن. این شعارهای آخری مثل انتخابات آزاد تو لهستان هیچ فرقی با نمایش مسخره شوروی نداره
هیچ کدوم از دولت مردای حقیقی لهستان تا الان به لندن تبعید نشدن، ولی به زودی توسط بریتانیا و آمریکا شناسایی میشن و سال قبل نیروهای مسلح لهستانی از نمایش رژه پیروزی حذف شده بودن، طوری که به همدستان استالین بر نخوره. این برای تو چه معنایی داره؟ آیا همه این چیزا خوبن؟ من درک میکنم که جهان از جنگ خسته شده، ما هم خسته شدیم، اما جایی برای ساده لوحی وجود نداره. برادرت هم اینو میدونه. اون هنوزم پرونده های زجرآوری داره و تلاش میکنه تا رفیقای هموطن ما برگردن به لهستان. خیلی خوب میدونیم که اون نمیتونه امنیتشون رو تضمین کنه. هیچ کس مجبور نیست برگرده مگه اینکه خودش بخواد. بله فرمانده، حق با شماست. کنال بیا صابونه از دهن میافته. He thought he had the King's Arms. No, that's too public. Nah, there are only other locals there. Fine. Eight-ish? I have to go. Mason wants to see me. Do you have to? You know I do. بیا تو. آه ممنونم استنلی. هنوز سر ماموریتی؟ این روزا به زور بدون یونیفرم میبینمت. تو کلن به زور منو میبینی. میدونم شرمنده، یه ذره این روزا سرم شلوغه. به هر حال خوب شد اومدی. ما به جشن سالانه توی کاخ خانواده رابینسون دعوت شدیم. آی خدا، این موقع سال جشن آخه. میدونم یه خورده زیاده روی کردن، اما من واقعا خوشحال میشم اگه امسال بتونیم با هم بریم. پدر مادرت هم میان. ترجیح میدم نیام اگه وسط فرقی نداره. یه ذره عجیب به نظر میرسه اگه تنها برم. شاید یه ذره مردم پچ پچ کنن. اگر اینجوری باشه عالیه. خب یه چیز دیگه قبل از اینکه بخوای بری. میدونم که الان توی شرایط بهتری هستی، ازت میخوام که یه لطفی در حقم بکنی. لابودا و نوواک، اون دوتا افسر که امروز صبح اردوگاهتون اومدن. مثل همیشه خیلی حواست جمعه. میشه منو از این که اونا از کجا اومدن، کجا میرن، کسایی که بهشون سر میزنن یا دوستاشون از اینجور چیزا با خبر کنی؟ چرا؟ زیاد مهم نیست، یه یادداشت مبهم از لندن رسیده. نگران نباش، فقط میخوام مطمئن بشم. انتظار ندارم که هر روز کل شهر رو بچرخی، یه تماس تلفنی هم کافیه. میدونم که فعلا با اون جنبش بازگردانی مشغولی. آره. همش همین بود. خب من دیگه باید برم. خواهش میکنم نظر بیشتر از این وقت تو بگیرم، اما اگه میشه اینو فقط بین خودمون نگه داریم. البته. خب همه چی رو برای؟ چی؟ جشن رابینسون. آره آره میام. میدونی چرا باید ازدواج کرده؟ استیون اون هیولایی که تو فکر میکنی نیست. پس حق با پدر بود که گفت تو رو به بالاترین پیشنهاد فروخت. اونا واقعا فکر میکردن که شوهر خوبی برای من میشه. اونا فقط بهترین چیز رو برای من میخواد. میدونم
عشق برای اون ملک ازدواج نیست و من خودم میخواستم باش ازدواج کنم. من عاشقش بودم. معلومه که اون چیزی که الان میدونم اون موقع نمیدونستم، اما عشق ما الان متفاوته. استیون مراقب منه. دروغ میگی. خب پس میخوای من چی کار کنم؟ میخوای شوهرم و کارم و ول کنم، به بچه هم پشت کنم و همینجوری با تو فرار کنم برم لندن؟ این غیر ممکنه. نمیدونم که چقدر به این داستان بزرگت باور دارم، چون اگر چیزی که پتروفسکی میگه حقیقت داشته باشه تو هیچ مدرکی نداری و بدبختانه ماجرای این خودکشی ها مسکوت میمونه و این داستان ادامه پیدا میکنه و هیچی به هیچی. شب بخیر آقایون، چی میتونم بهتون بدم؟ اینا چندن؟ 4 پنی. این یکی چی؟ 3 پنی و نصفی. پس 2 تا قهوه به من بدین لطفا. قهوه مزخرف واسه سربازا. زیاد بهش اهمیت نده، حالش خوب نیست. کارگر بدبخت. صحبتش بوده که دفعه بعدی میخوام بفرستنشون تو معدن. میگن جنگ تموم شده. به جای این که این آشغالا رو برگردونن و کار به بچه های ما بدن، فقط نشستن. به خاطر این آدم هست که ما بیکاریم. خب اینجا نمیتونی خط قرمز رو رد کنی. البته با پارتی بازیایی که دارید میتونید. تو هیچی نمیدونی. کی با تو حرف زد لهستانی آشغال؟ خب آروم باش، آروم باش. من لهستانی نیستم، روسم. به من چه ربطی داره؟ همه تون مثل همین. حالا گم شو بیرون. خیلی خب آروم باش. برو دیگه. داریم میریم، داریم میریم. دیگه بر نگرد. کی میخواید از اینجا بریم؟ باشه بیل، هنوزم اسم من سردر اینجاست. باید بریم، زود باش. یا نوشیدنیتون چی میشه؟ استیون بایستا. آقای نوواک، منم جانت میشل از اردوگاه. ما باید بریم، شرمنده هم، ببخشید. اون گفت که روسه. من روزنامه نگارم و فقط میخوام چند تا سوال بپرسم. هیچی نکن. نه، شما روسی ولی تظاهر میکنی که لهستانی، چرا؟ آقای نوواک، خواهش میکنم. من تظاهر نمی کنم که کس دیگه ایم. اگه چیزیو که دیدم تو هم می دیدی، اون وقت می فهمیدی. مگه چی دیدی؟ ایوان، اونا تو رم می کاشن همونطور که می خوان منو بکاشن. کی می خواد بکشتت؟ همشون می خوان. برش کن، بیا بریم. استیون، خیلی خوب بریم. Stephen.
خواهش میکنم استیون. چیزی دستش دیدی؟ یادم نمیاد، کلی لباس تنش بود، به زور چیزی معلوم بود. این کارو نکن، تو شنیدی که اون چی گفت؟ فکر نمیکنی اگه کسی میخواست اونو بکشه همین الانش هم میکشت؟ نه تا زمانی که شناسایی نشه. اون میتونه به قضیه خودکشی ها مربوط بشه، میتونه یه داستان خوب باشه. بذار این کارو بکنم به خاطر خودم. به زبون لهستانی. شاید یادگاری یکی از دوستاشه. نه، روز، روز میلر، نویسنده یه دفتر روزنامه، خانوادش لهستانیه. اون میتونه اینو واسم ترجمه کنه. نه، پس اون چی میشه اگه بفهمه این گم شده چی؟ گم شدن یه وسیله که چیز خاصی نیست. دیوونه شدی؟ اگه فکر کنه کار من بوده؟ یه مدت جوابشون نده. خیلی خوب، فکر میکردم این قراره به خاطر ما باشه. به خاطر ماست، چون به نظر میرسه تو میخوای فقط من خودم رو به خطر بندازم. این جعبه رو بده من. این کار باید انجام بشه.
آقای آندروود، انجامش دادم. داستان جشنواره آب سیب. ممنون. یه لطف دیگه هم میخوام در حقم بکنی. البته حتما. میخوام این ترجمه بشه. میتونی از پدرت بخوای؟ راجب چیه؟ نمیدونم. دوباره میگم، فقط بین خودمون باشه. هرچه زودتر اگه میتونی. استیون آندروود. استیون، هیچ جا نمیتونن پیداش کنن. صادقانه میگم، عذر میخوام کنه. حقیقت اینه که آقای لابودا عادت داره که یهو غیبش بزنه. همونطور که آقای نوواک اونو خوب میشناسه، اون مرد پیچیده ایه. بعضی اوقات قوه تخیلش کار دستش میده. ما پیداش میکنیم. میخوای بهش راجع به جبه بگی؟ هنوز فکر میکنی کارم اشتباهه؟ همینجوری که غیبش نزده، حتما لهستانیه دوباره انتقالش دادن. زود پیداش کنید. صبح خیلی میبین، رئیس هست؟ پدرم میخواد بدونه اینا رو از کجا آوردی؟ چرا؟ اون گفت اینا به شدت با ارزشن و باید مراقب باشی. ممنون. من نمیفهمم که چه اتفاقی داره میفته. یه مدت قبل قطار ما یه جایی ایستاد. ما نگهبانای شوروی رو دیدیم که به ما دستور دادن پیاده شیم. اینجا یه جنگل بزرگه. ما رو ریختن توی بنای مشکی زندان. باید واقعا از نوشتن دست بکشن.
کمکی از دست من برمیاد؟ دنبال سرهنگ پتروفسکی میگه. لطفا دنبال من بیایید. کلونل پتروفسکی؟ چیزی میل میکنید؟ اجازه است؟ خب بهم بگید چرا؟ یه فرد روس دفترچه یادداشت یه فرد دانشجوی افسری لهستانی رو داره که راجع به زندانیای جنگ در اتحاد شوروی حرف میزنه و چرا فکر میکنه که همه میخوان بکشنش. واقعا نمیدونم دارین راجع به چی حرف میزنید آقای آندروود. منو ببخشید، کارایی دارم که باید جبه پیش منه، میخوام کمک کنم. نه آقای آندروود، شما یه داستان میخواید. آره یه داستان میخوام، هر کی یه چیزی میخواد. حرفمو باور کن، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اگه واقعا میخوای کمک کنی پس جعبه رو بده به من. بذار لابوده رو ببینم. خداحافظ آقای آندروود. کلونل، کلونل، پس من اینو به مجلس میبرم و میگم از کجا آوردمش. من ترجمه دفترچه و نامه ها رو دارم. دنبالم بیا. همینجا وایسا. همکارم میبرت تا آقای نواکو ببینی. پس میدونی اون کجاست؟ وقتی حقیقت رو فهمیدی هر کاری خواستی بکن، ولی بیشتر از این دیگه حمایتت نمیکنم. من هر گونه دخالت یا اشاره به این قضیه رو رد میکنم و تو دیگه آقای نواکو نمیبینی. حرفمو واضح گفتم؟ اینجا ساعت 5 میایم اونجا و میبریمت پیشش. تنها هم بیا. چطور بهتون اعتماد کنم؟ اعتماد نکن. پس اینو میخوام که با لابودا مصاحبه کنم و اونو ضبط کنم. چرا؟ جعبه که دست تو باشه من هیچی ندارم. میتونیم ترتیب اینو بدیم و اگه مشکلی نیست اون ترجمه هارم بده. ممنونم. انتظار دارم هزینه خسارتی که وارد شده رو بدی. کی این کارو کرد؟ پلیس. اونا گفتن که بهت مشکوک شدن که شاید وسایل قاچاقو نگه میداری. احمقانه از خودت هم میدونی. آه، من شرمندم. اما با تمام این رفتن و اومدن و یه دیر وقتت واقعا چیزی نمیتونم بگم. تا جایی که من میدونم اینجا هنوز خونه من آقای آندروود. متوجه هستین؟
نتی خواهش میکنم، متاسفم. چی شده؟ اونا میخوان جعبه رو ببرن. پس همه چیز تموم میشه. میرم لابودو رو ببینم. میدونی اون کجاست؟ پتروفسکی گرفتتش. از کجا میدونی که اون ازت نمیگیرن؟ چون گفتم در صورت مصاحبه جعبه رو بهشون میده. از کجا میدونی دروغ نمیگن؟ تو واقعا نمیدونی اونا شجور آدمایی هستن؟ باید بفهمم. این جریان هیچ ربطی به تو نداره. اگه اتفاقی برام افتاد میخوام اینا رو به پلیس بدی. ولی همینجا بمون. گفتن میشه بهت اعتماد کرد که همه چیزو بهت گفت. آره. تو جعبه رو برداشتی؟ چطور به یه دزد اعتماد کنم؟ من قصد آسیب رسوندن نداشتم. توی روزنامه‌ت می‌نویسی؟ هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. بشین لطفا.
اسم من ایوان کریو زرتسوفه. خونم نزدیک اسمولنسکه، یه دهکده کوچیک، نوه بیاتوکی. وقتی اونا اولین بار اومدن من اونجا بودم. مردم میگفتن که اونا اهل فنلاند بودن، ولی دوستم کیسیلیف کلاه چارگوشه اونا رو دید. همه سربازای لهستانی بودن. مطمئن بودیم که لهستانی هم. هر روز اونا رو سوار ونهای زندان میکردن و به سمت جنگل میرفتن. توی جنگل بلشویک‌ها از پشت دست اونا رو محکم بستن، تنها به گردنشون انداختن تا اگه تقلا کردن خفه بشن. زانو بزن. همه اونا رو رو زمین سرد نشوندن و اسلحه هاشونو به سمت گردنشون نشونه رفتن، یکی بعد از دیگری. همه اجساد به دنبال هم با صورت به گودال می افتادن. اسلحه ها برای گروه بعدی مسلح می شدن بارها و بارها، تا وقتی که کار تموم بشه. وقتی آلمانی ها رسیدن، پولیاکی همراهشون بود. زندانی ها مسیر رو برای تانک ها هموار می کردن. اولش آلمانی ها متوجه نشدن، فقط پولیاکی دید. بعد من اون چه که دیده بودم و تعریف کردم و شروع به حفاری کردیم. از اجساد اونا کتاب و نامه بر می داشتم. اون سربازا سنی نداشتن. کجا پیداش کردی؟ کجا این اتفاق افتاد؟ جنگل، توی کاتین. چند نفر؟ تا امروز بیشتر از 4000 جسد، اما سه برابر این رقم مفقودی داریم.
از اخشار، افسران، سربازان پشتیبانی، وکلا، معلمین، کشیشان. استالین میدونست که این افراد زیر قوانین شوروی قد خم نمی کنن و لهستانی ها میدونستن که اشغال توسط قدرت بیگانه یعنی چی. اینا بهترین افرادم بودن، تا آخرین قطره برای آزادی می جنگیدن. استالین کشتشون تا لهستان هیچ وقت از خاکستر سر بر نیاره. و بریتانیه یا چی؟ اونا خبر داشتن؟ معلومه که خبر داشتن. آمریکا و بریتانیا میخواستن که همه چی تموم بشه. اونا برای ادامه مبارزه با آلمان به ارتش سرخ نیاز داشتن. از اینکه استالین با هیتلر صلح کنه میترسیدن. اما حالا نصف اروپا زیر چکمه های استالینه و کاری ازشون بر نمیاد. و کشور منم اشغال شده و براشون هیچ نقدی به استالین قابل تحمل نیست. مردم من مردم خوبی هستن. باید بدونید که چه اتفاقی افتاد. باید از کشتار آگاه بشید. ما مدرک لازم داریم. خاطرات، نامه ها، مدارکی برای اثبات اینکه کشتار توسط شوروی سال 40 اتفاق افتاد. نه به عقیده عموم که فکر میکنن توسط نازی ها سال 41 بوده. جعبه رو آوردی؟ از اتاقم دزدیدنش. آروم باش. ولش کن. ولش کن. آروم باش. خواهش میکنم. آروم باش. بله. چی؟ الان؟ چرا؟ باشه، تا 5 دقیقه میرسم. این چه بازی کوفتیه که راه انداختی ها؟ مهمه. امیدوارم که کار واجبی داشته باشی. باید راجبه چه به اسم کاتین صحبت کنی. چرا؟ سال 1940 سربازای لهستانی رو بردن اونجا. باید بدونم چه اتفاقی براشون افتاده. پتروفسکی فرستاده دنبال این کار؟ نه. پس توی گزارشات دنبالش بگرد. لازمه گزارشات رسمی رو ببینم. نمیتونم کمکی کنم، خودت که میدونی. تو یه جایگاهی که من هستم به چه خوبی نداره که با خبرنگارا دیده بشم، حتی درجه جوهاشون مثل تو. خواهش میکنم جان، این میتونه خودکشی ها رو توجیه کنه. بیشتر از 4000 تا سرباز لهستانی کشته شده. بی تو مرخصی. کار آلمان بوده، نازی ها، بس تمومه. تو خبر داری؟ خبر رسمی همینه. آره، ولی میدونی که حقیقت نداره. من چیزی رو باور دارم که بهم میگن باور کنم. پس خودتو به خواب میزنی تو افسرها فرار کنن. کار من الان اینه. بله، برو خونه. تو به جنگ رفتی تا مردم آزاد باشن، تا بتونن راجب خودشون تصمیم بگیرن. حالا میخوای یه گوشه وایسی و کاری نکنی؟ برو خونه استیون. سعی نکن تظاهر به چیزی کنی که نیستی. قبلا این کارو کردم. تو رفتی جنگ و من موندم. کاری که بهم گفتن انجام دادم. این اولین باریه که به چیزی باور دارم. اینقدر بچه نباش. جنگ تموم شده. واقعا میخوای یکی دیگر را بندازی؟ صرفا برای تسکین غرور خورد شده خودت؟ تو مجبور به خدمت نبودی، شکر گذار باش. نه، حق با توه. من نمیتونستم خدمت کنم به خاطر این. فیلیپ ادواردز یه سوسیالیست افسرده است که تو کمبریج باهاش آشنا شدم. الان تو قسمت آرشیو امور خارجه کار میکنه. اگه هنوز اونجا باشه میتونه پیداشون کنه. این برگه عبور منه و اینم این باید بتونه باعث عبور دستگیت شه.
بلدی چیکار کنی؟ حالا برو بیرون. آه استیون، راجب تصادف، من مقصر بودم و میدونم امکان داشت بینایی تو از دست بدی. واقعا متاسفم. To hold on to those translations. Don't go. I have to. Stay. اجازه دادی که از تعادل خارج بشه. باید بدونی علی‌رغم تمام اتفاقایی که افتاده، من هنوزم بهت اهمیت میدم. پس لطفاً تنهاش بذارین. به نظرت این استیون نیست که زندگی رو برات سخت میکنه؟ اون تو رو وارد این بازی کرد، نه من. فقط به من بگو که اون دنبال چیه. میدونه که اون کجاست، مگه نه؟ باید بدونی که این دیگه در مورد تو و اون برادر یاقیت نیست. باید بهت بگم که تو خودتو درگیر مسئله احساسی ولی به شدت خطرناکی کردی. برادرم تو خطره؟ اگه بهت گفته که اون روسو کجا مخفی کردن، باید بهم بگی همین الان. ببین، چیزیو که میدونی بهم میگی. منم قول میدم که کاری بهتون نداشته باشم. مادامی که جلب توجه نکنی، من کلمه ای راجبش حرف نمیزنم. خیلی راحت فراموش میشه. فکر نکنم هیچ کدوم از ما الان این رسوایی تو زندگیش بخواد. و مطمئنم هر دوتون هر کاری لازم باشه میکنین تا این اتفاق نیفته. ارائه شده توسط وبسایت فیلم تو مووی. نمیتونی منو اینجا نگه داری. به زودی رفیقام میان، اونا دنبالم میگردن. هیچ کس نمیاد ایوان، کار که درسته رو انجام بده و بعدش هم آزادی که بری. تو کی هستی؟ یه دوست، هموطنت. جال هموطن منه. درست برای مزرعه تنگ نشده؟ برای رفیقات، خانوادت، از این که بتونی با زبون خودت صحبت کنی؟ این زندگی تو نیست. چیدن سیب؟ زندگی کردن مثل زندانی، اونم توی اردوگاهی که پر شده از یه مش کشاورز و آدمای تند رو.
بیا خونه ایوان، اینجا جایی که بهش تعلق داری. بعد از قضیه فاشیستا که میخواستن بکشنت، باید یه قهرمان شده باشی. میفهمی چی میگم؟ باید یه قهرمان شده باشی. بیا بگیرش، من این بیانیه رو واسه تو آماده کردم. این حقیقت رو افشا میکنه، اینکه چطوری لهستانیا در اسمالنسک جاده میساختن وقتی که آلمانیا محاصرشون کردن و اونا رو تو تابستونه سال 1941 به قتل رسوندن. یادت میاد؟ تو مجبور شده بودی که با نازی‌های ترسوی هیتلر عقب نشینی کنی. در برابر آیندت تا اونا بتونن به اشتباه اتحاد شوروی و به این جرایم وحشتناک متهم کنن. اینا همش تقصیر تو ایوان. تو میتونی به این قضیه کمک کنی، اونم با پر کردن این بیانیه. باید اینو بخونیش. نه، این دروغه. میدونی که هیچ کس اینو باور نداره ایوان. فقط بیانیه ها رو امضا کن و بعدش آزادی که هر جا دلت میخواد بری. برگردی خونه، هر کاری که میخوای بکنی. اینو نمیخوای؟ نه. تو یه احمقی، احمق مثل یه خر. واقعا فکر میکردی کسی به تو اهمیت میده؟ فکر میکنی لهستانیا مهمه براشون؟ خودت و یا حرفایی که برای گفتن داری برای احدی اهمیت نداره. آقای آندروود؟ بله. من با برادرتون توی اتریش هم خدمت بودم. مرد خوبی بود. توی این پاکت یه آدرس و یه نقشه است. مطالبی که میخواستین محرمانه بود و جزء طبقه بندی های سریه. باید بگم با زبدر برات مطالب و علامت گذاری کردم. اوضاع دیگه مثل سابق نیست آقای آندروود. در حین جنگ میدونستیم که چه کاری لازم انجام بدیم. چکمه ها رو پوشیدیم و انجامش دادیم بیچون و چرا. تو اون زمان همه چیز شدیداً سیاه‌سفید بود، اما الان به نظر هیچ چیزی با عجوده نمیاد. از خودت میپرسی که واقعا کی در رأس کاره؟ میتونم به نوشیدنی دعوتتون کنم؟ نه نمیتونم بمونم. کاری است که از دستم بر بیاد؟ نه، خواهش میکنم نگران نباشید. خیلی وقت برای تغییر شرط آماده هم. بعضی وقتا فکر میکنم که توی اون بایگانی چالم میکنن، میفهمی؟ تا خرخره توی کثافتم. دارم ذوب میشم ولی کسی متوجه نمیشه. سلام منو به برادرتون برسونید. تو کارتون موفق باشید.
سرهنگ آندروود، درخواست اسکورت دارید قربان؟ با توجه به مدارک موجود، نادیده گرفتن این فرضیه که روس‌ها توی این جریان مجرم هستند سخت میشه. اگه جرم روس‌ها اثبات بشه، چطور میشه انتظار داشته باشیم که برای نسل‌ها آنها در کنار لهستانی‌ها دوستانه زندگی کنند؟ این اسناد مانند باروته. اگه به دستان نالایقی برسه، تأثیرات مخربی بر روابط ما با روسیه خواهد داشت. ما برای انتشار اخبار کاتین مجبور شده بودیم با توجه به نیاز مبرم به روابط صمیمانه از طرف دولت شوروی، ارزیابی شواهد و مدارک موجود رو حدالامکان با متانت و لطافت بیش از حد معمول برای یک قضاوت رسمی انجام بدیم. ما در واقع مجبور شدیم از خوشنامی انگلستان استفاده کنیم، همانند قاتلین که از درختان برای مخفی کردن قتل عام استفاده کردند. بیایید همیشه به این اتفاق فکر کنیم، اما هرگز ازش سخن نگیم. سخن نگفتن از این ماجرا نصیحت همیشگی من به دولت لهستان، اما کاملا غیر ضروری بود. مصیبت و ماندن در این کشور به نظر بهشون آموخته که در عالم سیاست بهتره بعضی چیزها ناگفته بمونه، مثل اینکه چه کسی از دیگری احساس بهتری داره.
کلنل، من گزارشاتو دیدم، گزارشاتی که توسط اوون اومالی سفیر بریتانیا نوشته شده بود. حق با شما بود، همه چیو میدونستن. ایوان کریو زرتسوف مرده. دیروز در حالی که از یه درخت دارش زده بودن پیداش کردن، حوالی غروب. پس میفهمی جناب آندروود که من شک دارم کسی برای اون گزارشات شانسی قائل بشه. چرا زودتر مخفیش نکردی؟ اجازه نداد بهمون. وقتی جعبه رو برداشته بود به این موضوع تمایل نشون داد. اون به صلیب سرخ اومد، به نیروهای ما در ایتالیا پیوست، جایی که با آقای نوواک آشنا شد. یه شب بجوری مست بود، اون شب تو کاتین بودش وقتی این اتفاق افتاد. هیچ کس دیگه‌ای به غرب نرسید. تنها کسی بود که وقتی شوروی اون ناحیه رو تسخیر کرد فرار کرد. ماجرای اون باعث خجالت برای شوروی، زشت برای بریتانیا و یه افتضاح برای آمریکا بود. تو نورنبرگ بهشون نزدیک شد و تقریبا داشتن به بخش روسی برمیگردوندنش. به کسی راجع به این که دیدیش حرفی زدی جناب آندروود؟ این قضیه ربطی به من نداره. چی شده؟ به کی گفتی؟ معذرت میخوام. ببخشید، نمیتونید برید داخل. لطفاً برید. باید با برادرم صحبت کنم. فرمانده آندروود تعلیق شده. سر و میشل چطور؟ نمیدونم. شماره لطفا. بایگانی امور خارجه. وصل میکنم. بایگانی، چطور میتونم کمکتون کنم؟ فیلیپ ادواردو میخوام. چند لحظه قربان. متاسفانه آقای ادواردز مرخصی هستند. کی برمیگردن؟ ممکنه دلیل تماستون رو بپرسم؟ قربان؟ روزنامه ی غرب، روزنامه ی غرب، بیایی روزنامه ی غرب رو بگیریم. روزنامه ی غرب، داغ داغ از خبرگزاری ها. ممنونم قربان. روزنامه ی غرب، جناب همیلتون میشه صحبت کنی؟ متاسفم استیون، اما دیگه اینجا کار نمی کنی. ببخشید. ایده خوبی بود فراخان واسه جذب تایپیستا، حد با تو بود. اون از اخدش عالی بر اومد، برای همین الان کار تو رو داره انجام میده. اینم حقوق یک ماهت. میزتو خالی کن. یه داستان دارم. نمیخوام بشنوم. هم.
دولت بریتانیا داره کشتار بیش از 15,000 نفر از افسران و مردان لهستانی توسط شوروی رو که در سال 1940 اتفاق افتاده مخفی میکنه. اونا یه ملت رو فروختن، هم پیمان خودشونو، کشوری که برای محافظت ازش به جنگ رفته. و این پایانش نیست. دیروز عصر آخرین شاهد این قتل عام همینجا تو بریستول به قتل رسید. خب تو واقعا ذهن خلاقی داری. به چی گفتن فرانک؟ متوجه نمیشم چی میگی. گفتن کار تو از دست میدی؟ باید در اینجا رو ببندی؟ ها؟ یا بیا برو میشی؟ یا اینکه وظیفه وطن پرستی حکم میکنه اینا رو چاب نکنی؟ اگه همین الان داری میدم پرتت کنم بیرون. پولتو نگه دار، من استعفا میدم. جناب آندروود، من میخواستم به زودی تغییر دکور بدم، در نتیجه ازتون درخواست داشتم اتاقو تخلیه کنید. اما از اونجایی که عجله کار شیطون هستش بهتون فرصت میدم تا محل مناسبی پیدا کنید. من فکر میکنم 2 هفته به نظر کافی میاد، موافقید؟ و همینطور مهمون دارید. فکر نمی کردم این اتفاق بیفته. چی کار کردی؟ استیفن، فقط می خواستم که در امان باشی. چی کار کردی؟ میستون ازم خواستم مراقب نواک باشم و همه چیزو بهش بگم. جاشو بهش گفتی؟ آره؟ چرا نگفتی میسون مراقبته؟ ها؟ نمیدونستم اون پشت ماجرا است. فکر کردم اگه نگم اوضاع بدتر میشه. بدتر؟ اون مرده، از درخت آویزون شده بوده. میدونم، و اگه میشد که کارایی که کردم و جبران کنم میکردم. فکر نمیکردم میسون دست به انجام همچین کاری بزنه. هنوزم باورم نمیشه. با جان چی کار کردین؟ بردنش لندن. نمیتونی ببینیش یا باش حرف بزنی. گفتن اگر بری سراغش تبعیدش میکنن. اینو بهش ندادم. الان دیگه ارزشی نداره. Thank you.
میخوام از اینجا بری. استیون لطفاً از اینجا برو. به نام پادشاه، جلسه بازرسی تحقیق در بخش فلاکس پاتون در دادگاه سامرست سومی روز از نوامبر 1947 در مقابل دیدگان نماینده پادشاه در مورد مرگ غم‌انگیز ایوان کروزلتسف ملقب به نوواک و همراه وی مایکل لابودا با توجه به دیده شدن پیکر یکی از آنها برگزار می‌گردد. ببینم شهود قسم خوردن؟ بله قربان. پس بهتره شروع کنیم. بنظرم ساعت 5 عصر بود. از لانگ اورکید برمیگشتم. اونجا کار میکنم. البته باید بگم که کار میکردم. از کنار پل قطار میگذشتم. به سمت مزرعه میرفتم. این آقا رو دیدم که از درخت آویزون شده بود. درخت سیب بود. از حدود 8 فوتی توسط بند چرمی آویزون شده بود. به نظرم میاد که متوفی بند و دور گردنش بسته و از رخ بالا رفته و انتهای دیگر رو به شاخه بسته و بعدش هم پریده پایین. ما بازش کردیم و آوردیمش پایین، ولی متاسفانه کار از کار گذشته بود. جسد رو بازرسی کردیم. داخل کیف پولش 3 تا نامه پیدا کردیم که روی یکیش نوشته بود سرویس مخفی. ادامه بده. بعدش فکر کنم بردیمش مرد شورخونه. خوب میشناختمش. از سال 1945 با هم دوست بودیم. خوشحال بود. به کسی که بود و چیزایی که دیده بود افتخار میکرد. آدم محکمی بود. همیشه به خاطر جنگ و اتفاقاتش ناراحت بود. ولی دلیلی نمیبینم که بخواد به خاطرش خودکشی کنه. اون این کارو نکرده. با توجه به مدارک ارائه شده از شهود قسم خورده، دادگاه سامرست در نظر داره با تملک به قدرت پادشاه نتیجه بازرسی علت مرگ مایکل لابودا شناخته شده به اسم ایوان کروزتسف رو با استناد به مدارک خودکشی به روش حلق‌آویز اعلام می کند که پرونده مختوم است. مطمئنا قبول نمی کنی. مجبورم قبول کنم. اینم یه خودکشی دیگه که کسی نمیخواد در موردش بشنوه. نامه های تو کیفش چطور؟ اجازه نداشتیم ببینیمشون. چرا خونده نشدن؟ متاسفم آقای آندروود، اما اگه شما درگیر نشید احتمالا نیاز به دونستنش نیست. ببین کلونل، واقعا متاسفم. کاریو کردم که فکر میکردم درسته. واقعا؟ ما هنوز اینو داریم. شهادت بدون حضور مرد ارزشی نداره. حتی اگه توسط دادگاه پذیرفته نشه من همچنان این داستان رو نشر میدم. چیزی که میخوای همینه، درست؟ بله جناب آندروود، ولی کار دیگه ای ازم بر نمیاد. دستور داده شده که تحت هیچ گونه اغمازی روزنامه ها اکیدن اجازه ندارن دوباره این موضوع رو مطرح کنن. عذر میخوام، باید برم. اون شایسته یا این نبود. مرد خوبی بود.
خیلی خیلی متاسفم کلونل، واقعا میگم. میخوای خواهرتو اینجوری ول کنی بری؟ تو هم به همین اندازه توی این موقعیت مقصری. تو کاری که فکر کردی درسته انجام دادی، من هم همینطور. هنوز تموم نشده. در اون لحظه که استیون مرد، زندگی من برای همیشه دستخوش تغییر شد. تمام اعتقاداتم با افشاگری که انجام دادم از هم پاشیده شد و من مجبور شدم تا چیزی که اون شروع کرده رو به پایان برسونم، تا موفق بشم داستان استیون و کشته شدن مایکل لابودو و نوواک رو که آخرین شاهدان قتل عام تعدادی بیشماری از سربازان لهستانی در کاتین بودن رو منتشر کنم. هر چقدر که میخواد پرخطر باشه، هر چقدر که لازمه زمان بگذره، آنها فراموش نخواهند شد و یاد آنها تا ابد زنده خواهد ماند. ببخشید قربان، این همین الان از آمریکا برای شما رسیده.
آخرین شاهد، حقیقت در مورد قتل عام کاتی. در سال 1990 رئیس جمهور شوروی گورباچوف گفت که اتحاد جماهیر شوروی مسئول قتل زندانی های لهستانی بعد از جنگ در سال 1940 بوده. تا کنون هیچ کس تحت پیگرد قانونی و بازجویی قرار نگرفت. در سال 2012 پرونده های رمزگشایی شده ثابت کرد که دولت آمریکا اطلاعاتی که مورد تایید مجلس شوروی بود را نابود کرده است. دولت بریتانیایی نیز هیچ وقت به طور عمومی شوروی را به خاطر قتل عام کاتین متهم نکرد. این فیلم اختصاص دارد به 22 هزار زندانی لهستانی که در قتل عام کاتین کشته شدند و آنهایی که در تمام این سالها به دنبال این قضیه بودند اما به خاطر پنهان ماندن حقیقت کشته شدند. ارائه شده توسط وبسایت فیلم تو مووی.